با خاطر پیوستن با ما در این بخش آخر اما مهم در مجموع ویدیوی خرید موتر تحت عنوان نگهداری موتر سپاس گذاریم. ما در این بخش به طرز معمول نگهداری و این که نگهداری شامل چه چی چیز می شود، چراغ ها و علایم هشدار اشاره و همه این موارد را بررسی خواهیم کرد. بزرگترین هزینه های نگهداری عبارتند است موبایل تبدیلی تست دود یا آلودگی تمدید راجستریشن موتر و تعویز یا تبدیل تایرها موبایل تبدیلی باید هر 3000 تا 5000 مایل انجام شود این یعنی دو تا چهار بار در سال اگر فقط به محل کار خود می روید یا رانندگی می کنید نظر به ایالتی که در آن بسر می برید در صورتی که موتر شما قدیمی تر از 6 سال باشد ممکن است مجبور باشید هر یک سال در میان زمانی که موتر را راجستر می کنید تست دود یا آلودگی انجام دهید راجستریشن موتر را باید همه از نو انجام دهید این کار را می توانید در DMV و وی یا تریپل انجام دهید برای راجستریشن در AAA باید عضو این نهاد باشید به یاد داشته باشید که قبل از مهلت نهایی یا ضرب العجل تعیین شده راجستریشن موترتان را تمدید کنید اگر زودتر این کار را بکنید هزینه آن زیاد نیست اما اگر با تاخیر راجستر کنید هزینه ها بسیار زیاد خواهد بود در آخر باید هر 60 مایل تایرهای موترتان را تبدیل کنید. این یعنی تقریبا هر چهار تا پنج سال یک بار. برخی از علائم هشدار دهنده وجود دارند که در صورت داشتن موتر آنها را حتما بررسی کنید نظر به قدیمی بودن موتر که خریده اید ممکن است این علائم و نشانه ها در شش ماه اول داشتن موتر ظاهر شوند اگر علامت هشدار سیستم برک فعال باشد این نشان دهنده دو موضوع می باشد برک دستی یا آین برک فعال است و یا هم سطح روغن برک کم است در هر دو حالت علامت هشداری توسط دکمه ای که در سیستم بریک قرار دارد روشن می شود کم بودن روغن بریک می تواند نشان دهنده سایدگی را برک و یا هم لیکی در سیستم هایدرولیک باشد اگر علامت هشدار برک در داشبورد موترتان روشن شود باید چه کار کنید ابتدا مطمئن شوید برک دستی یا آین برک آزاد است بعد از اینکه مطمئن شدید برک دستی آزاد است باید سطح روغن برک را رو بررسی کنید لیکی روغن برک مشکل جدی است که می تواند منجر به کاهش یا از دست رفتن کامل توانایی برک گرفتن شود تا وقت این مشکل حل نشود نباید موتر رانی کنید هر زمان که علامت هشدار سیستم برقی موتر یا علامت بتری روشن شود به این معناست که موتر فقط با بیتری کار می کند. اگر مشکل ادامه پیدا کند و سیستم برقی شما از کار بیفتد بتری قادر به چارچ مجدد نخواهد بود و چارچ آن به زودی تمام می شود و شما با بطری از کار افتاده مواجه خواهید شد در اینجا روش ساده برای بررسی سیستم برقی وجود دارد با قرار دادن کلید در سویچ و سلف زدن بین خاموش اجرا و استارت سیستم برقی یک بررسی خودکار انجام میده. هنگامی که انجن را روشن می کنید علامت نشان دهنده بطری باید بین یک تا دو ثانیه روشن بماند و سپس به طور خودکار خاموش شود اگر علامت بعد از دو ثانیه خاموش شود به این معناست که سیستم برقی به درستی کار می کند اگر علامت روشن بماند یا در عین کار موتر با طور تصادفی خاموش و روشن شود سیستم برقی مشکل دارد و باید موتر را نزد مکانیک ببرید علامت یا چراغ چک انجن نشان دهنده این است که پرزه یا چیزی در موتر شما به درستی کار نمی کند برخلاف علامت های دیگر دقیقا به شما می گویند چی مشکل در موتر شما وجود دارد چراغ چک انجن می تواند به دلایل مختلف روشن شود به همین دلیل باید آن را نزد مکانیک ببرید تا علت اصلی را مشخص کند و از آنجا مشکل را پیگیری کنید برای پیدا کردن و حل مشکل می توانید این چند کار را انجام دهید چک کنید علایم دیگری در داشبورد موترتان وجود نداشته باشد که نشان دهنده مشکلات دیگری مثل فشار کم مپلایل یا بخار بیش از حد باشد اگر این است موتر را کنار سرک پارک کنید انجن آن را خاموش کنید و با سرویس خدمات جاده تماس بگیرید دیارید. سرپوش تانکی خود را محکم و یا تبدیل کنید زیرا گاه بند رابری خراب یا شل سرپوش تانکی باعث می شود این چراغ روشن شود اگر فکر می کنید رفتار موتر شما در سرک قسم دیگر است مخصوصا اگر عملکرد آن کم شده سرعت خود را کم کنید و از حمل کالاها یا اشیای سنگین خودداری کنید ببینید که علامت چک انجن روشن است یا چشمک می زند اگر علامت به شکل مداوم روشن باشد باید زودتر موتر خود را بررسی کنید با این حال اگر علامت چک انجن چشمک میزند این دلیل نگرانی مهمتر است و نشان میدهد موتر شما باید سریعتر توسط یک متخصص بررسی شود هدف از سیستم مانیتورینگ یا نظارت بر فشار تایر این است که با شما هشدار دهد زمانی که فشار هوای تایر خیلی کم است و می تواند شرایط رانندگی ناامن یا خطرناک ایجاد کند اگر علامت روشن است به این معناست که تایر های شما ممکن است کم هوا شده باشند که می تواند منجر به سایش بیش از حد تایر و خرابی احتمالی تایر شود اگر این علامت هشداری روشن شد وقت آن است که تایر های خود را با فشار سنج تایر بررسی کنید که قیمت آن کمتر از 5 دلار است و می توانید آن را در پمپ استیشن پیدا کنید. اگر فشار هوای تایر شما پایین است، ممکن است زمان تعویض تایرهایتان فرا رسیده باشد. علامت فشار کم موبایل هشدار است که میگوید فشار موبلایل کافی نیست یا اینکه میزان موبلایل بسیار کم است میزان موبایل را بررسی کنید موبلایل با موتر خود اضافه کنید و در ادامه این علامت را زیر نظر داشته باشید اگر موبلایل واقعا کم بود چراغ باید خاموش شود در غیر این صورت علت معمول دیگری است که علامت هشداری را روشن کرده و یک مکانیک موتر باید آن را بررسی کند علامت هشدار کمربند ایمنی نشان می دهد که یک یا چند مسافر موتر کمربند خود را بسته نکرده یا آن را به درستی قفل نکرده است وقتی همه قفل کمربند خود را بررسی و محکم کنند این علامت باید خاموش شود تبریک می گویم با پایان مجموعه ویدیوی خرید موتر که توسط کمیته بین المللی نجات ترتیب گردیده است رسیده اید. در این مرحله بهترین روش ها را برای بودی جواندی برای موتر خود می دانید. می فهمید که چی بیمه را برای موتر خود تهیه کنید، چگونه موتر را انتخاب و خریداری کنید و چگونه از موتر خود به بهترین شکل مراقبت کنید. اگر در پروسه خرید موتر به پشتیبانی نیاز دارید، توصیه می کنیم با دفتر محلی IRC در جایی که با سر می برید تماس بگیرید و با یکی از مربیان مالی وقت ملاقات یا مشاوره بگیرید. با بازدید از وبسایت www.rescue.org می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید به خاطر این که امروز با ما پیوستید سپاسگزاریم و امیدواریم موتر مناسب خودتان را پیدا کنید